تفنگداران ناشناس یک تاجر زمرد را در کابل کشتند. پلیس بلغاریا 25 پناهجوی افغانستانی را بازداشت کرد. ارسال یک پیام کفرآمیز از طریق واتساپ گروپ موجب حکم اعدام یک مسلمان پاکستانی شد. خوشی امشب زخم چندین سالی میلیون ها افغان را التیام بخشید. منابع مالی در پنجشیر میگویند که یک تاجر زمرد این ولایت از سوی تفنگداران ناشناس در شهر کابل به قتل رسیده است. منابع روز شنبه پنجم عمل در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که این تاجر غلام مصطفی نام داشت و افراد ناشناس او را روز پنج شنبه 3 اوت در منطقه دارالامان شهر کابل تیرباران کردند. به گفته منابع غلام مصطفی از ساکنان اصلی روستای پاوات ولسوالی خنج ولایت پنجشیر بود و در شهر کابل زندگی میکرد. غلام مصطفی 3 فرزند دارد و پدر و مادرش نیز پیر شدند. هرچند تاکنون انگیزه دلیل وقوع این رویداد روشن نیست، اما منابع به نقل از بستگان این تاجر میگویند که احتمال میرود وی به دلیل رقابت‌های تجاری کشته شده باشد. پلیس بلغاریا 25 پناهجوی افغانستانی را بازداشت کرد. بر اساس اعلام وزارت کشور بلغاریا، پلیس این کشور 25 پناهجوی افغانستانی را در نزدیکی شهر سیمون فرونگراد بازداشت کرده است. وزارت کشور بلغاریا با تایید خبر بازداشت 25 پناهجوی افغان در نزدیکی این شهر تصدیق کرد. این افراد پس از بازرسی از یک میلیبس مسافربری شناسایی و توسط پلیس بازداشت شدند. گفته می شود بازداشت شدگان به صورت غیر قانونی از ترکیه وارد بلغارستان شدند. وزارت کشور بلغاریا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که در دو ماه نخست سال جاری میلادی 1278 مهاجر غیر قانونی را شناسایی و بازداشت کرده است. کشور بلغارستان به عنوان عضو اتحادیه اروپا یکی از مسیرهای اصلی برای پناهجویان برای ورود به دیگر کشورهای اروپایی به ویژه اروپای غربی محسوب می شود که البته آمار پناهجویانی که در این مسیر جان خود را از دست می دهند همچنان بالاست. ارسال یک پیام کفرآمیز از طریق واتساپ گروپ موجب حکم اعدام یک مسلمان پاکستانی شد. یک محکمه ضد تروریسم در شمال غرب پاکستان یک مرد مسلمان را به اتهام کفرگویی به اعدام محکوم کرد. این مرد به ارسال محتوای کفرآمیز در یک گروپ در شبکه اجتماعی واتساپ متهم بود. محکمه در پشاور سید محمد زیشان را روز جمعه بر اساس قانون پیشگیری از جرایم الکترونیکی و قانون ضد تروریسم به اعدام محکوم کرد. کفرگویی در پاکستان که اکثر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهد یک موضوع بی‌نهایت حساس است و در برخی اوقات حتی ادعای اثبات نشده می‌تواند موجب واکنش خشونت و اوباشان شود. کرکت: افغانستان به نخستین پیروزی در یک بازی بین‌المللی در برابر پاکستان دست یافت. افغانستان شام جمعه در نخستین بازی از سر رقابت‌های 3 بازی 20 آواره در شارجه امارات متحده عربی پاکستان را با تفاوت 6 وکت شکست داد. در این دیدار محمد نبی فوق‌العاده درخشید. او در 38 توپ 38 دوش ساخت و تا آخر بازی نیز در میدان حضور داشت. او همچنین به عنوان بهترین بازیکن این بازی انتخاب شد. در آغاز پاکستان تصمیم گرفت توپ اندازی کند و توانست در 20 آور و با از دست دادن همه بازیکنان خود 92 دوش بسازد و به این ترتیب 93 دوش برای افغانستان هدف تعیین شد. در این بازی عماد وسیم از پاکستان 18 دوش و سایم آیو 17 دوش انجام دادند. دیگر بازیکنان پاکستانی پیش از این که وکت‌هایشان توسط بازیکنان افغانستان گرفته شود از 2 تا 12 دوش انجام دادند. وقت صحبت از توپ اندازی می شود محمد نبی، مجیب الرحمن و فضل حق فروقی هر کدام 2 وکت گرفتن. راشد خان کپیتان 1 وکت به دست آورد و 15 دوش ساخت، اما پس از همتیمی خود فضل حق فروقی کمترین دوش را به خور تیم حریف داد. این نخستین بازی بین‌المللی بیساوره پاکستان پس از باخت به انگلیس در آخرین بازی جام جهانی بیساوره سال گذشته بود. در سوی دیگر افغانستان راشد خان بود که در 3 بازی اخیر بیساوره با پیروزی چشمگیر در برابر امارات متحده عربی دست یافته بودند. اسوی هم پس از این که بابر اعظم از سوی منتخبان درخواست شد تا پیش از جام جهانی امسال استراحت کند، شاداب خان تیم پاکستانی را هدایت می‌کرد. این مجموعه همچنان آخرین فرصت را برای بازیکنان پاکستانی فراهم کرد تا توانایی خود را در زمانی که انتخاب کنندگان در حال بررسی نهایی کردن تیم‌های خود برای جام جهانی 2023 هستند ثابت کنند. زمان بازی‌های دیگر قرار است در مجموع 3 بازی میان افغانستان و پاکستان در ورزشگاه کرکت شارجه در شارجه برگزار شود. بازی دوم روز یک شنبه 26 مارس ساعت 7:30 شام به وقت محل و بازی سوم روز چهارشنبه 29 مارس 7:30 شام به وقت افغانستان برگزار می شود.
رودرویی افغانستان و پاکستان. افغانستان و پاکستان 3 بار در قالب بازی کرکت بیساواره با هم دیدار کردند. هر 3 دیدار را پاکستان پیروز شده است. بازی جمعه شب 4 بازی میان این 2 تیم بود. ترکیب کامل افغانستان و پاکستان در این 3 بازی: افغانستان رحمان الله قرباز، ابراهیم زدران، عثمان غنی، افسر زازی، نجیب الله زدران، محمد نبی، گلبدین نایب، راشد خان، نعین الحق، فضل حق فاروقی، مجیب الرحمن، کریم جنت، فرید احمد مالک، شرف الدین اشرف، اسمت الله عمرزی، نور احمد، صدیق الله عتل. پاکستان: سایم ایوب، عبدالله شفیق، شان مسعود، محمد حارس، افتخار احمد، اعظم خان، شاداب خان، اماد وسیم، محمد نواز، فهیم اشرف، نسیم شاه، محمد وسیم، زمان خان، احسان الله، طیب طاهر. هشدار بایدن به ایران: برای محافظت از امریکایی ها قوی عمل خواهیم کرد. پس از حمله یک طیاره بسیارنشین نیروهای تحت حمایت ایران بر یکی از پایگاه‌های نیروهای ایالات متحده در سوریه، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه به ایران هشدار داد که ایالات متحده برای محافظت از آمریکایی‌ها قوی عمل خواهد کرد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که درون کامیکازا که منشأ ایرانی دارد، روز چهارشنبه یک مرکز حفظ و مراقبت اطلاعات بر رهبری آمریکا را در حسکه واقع در شمال شرق سوریه هدف قرار داد که در نتیجه آن یک قراردادی آمریکایی کشته و 5 سرباز آمریکایی و 1 قراردادی دیگر زخمی شدند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پاسخ به این حمله دستور حملات دقیق را به ضد گروه‌های مورد حمایت سپاه پاسداران ایران در سوریه صادر کرد. ایالات متحده روز جمعه در یک حمله تلافی جویانه 14 جنگجوی مورد حمایت ایران را در سوریه کشت. آستین گفت که حمله روز جمعه در پاسخ به حملات اخیر نیروهای ائتلاف مستقر در سوریه انجام شده است. بایدن در جریان سفرش به کانادا به خبرنگاران گفت: اشتباه نکنید، ایالات متحده به دنبال درگیری با ایران است، اما آماده باشید که ما برای محافظت از مردم خود با قدرت عمل میکنیم. نیروهای طرفدار ایران در سوریه آخر روز جمعه در بیانیه آنلاین گفتند که دست دراز برای پاسخ به حملات بیشتر آمریکا به مواضع خود دارند. اگرچه نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه قبلا با طیاره‌های بی‌سرنشین مورد حمله قرار گرفته بودند، مرگ و میر نیروها نادر بوده است. بایدن در پاسخ به این سوال که آیا ایران هزینه بیشتر خواهد پرداخت، پاسخ داد: ما متوقف نمی‌شویم. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت که حملات هوایی آمریکا یک ذخیره تسلیحات در شهر دیرالزور را هدف قرار داد که در اثر آن شهر جنگجوی طرفدار ایران کشته شدند. به گفته او در اثر حملات جداگانه در صحرای المیادین و در نزدیکی الابو کمال به ترتیب 2 و 6 نفر دیگر کشته شدند. تلویزیون دولتی ایران پرس تیوی گفته است که هیچ ایرانی در حملات آمریکا کشته نشده و به نقل از منابع ملی افزوده که حملات آمریکا یک مرکز توسعه روستایی و یک مرکز غلات در نزدیکی یک میدان هوایی نظامی را هدف قرار داده است.